بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بارز تبريك بمناسبة ولادة بسعادة خاتم الأنبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومولاي من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام به محضر مبارک قطب عالم امکان آقا صاحب الاصل و زمان روحی و ارواح العالمین و مقدم الفدا همه مسلمانان عالم خاصتا بینندگان عزیز این برنامه وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در راستای تربیت نفوس دارای سجایایی بوده که خوبه به صورت مختصر به این سجایا اشاره شود یکی این که وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله علی و سلم توجه خاصی به جوانان داشته و البته این رو باید بدانیم که توجه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم یک توجه عادی نیست چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم به او توجه و عنایت داره یعنی مورد توجه خدای عزوجل است مورد عنایت خدای عزوجل است خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید جوانان بودند که اطراف مرا گرفتند و دعوت مرا لبیک گفتند و بعد هم به اصحاب خودش میفرماید اوسیکم به شبابه خیرا شما را توصیه می کنم به خیر و خوبی و نیکی با جوانان به جهت اینکه دلهای اینها خیلی آماده است وقت سخنان حق به اینها القا شود خیلی زود میپذیرند چون انسان در سن و سال جوانی بیشتر دنبال رسیدن به حق و حقیقت است تا دنبال دفاع و حمایت از منافع شخصی خودش این یک ویژگی وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بوده که جوانان را جذب کرد به سوی حق و حقیقت و ایمان آوردنی به ذات خدای تبارک و تعالی و رسالت اون حضرت ما هم در زمان خود یعنی در طول تاریخ انسانهایی که دین مدار هستند میخواهند کار دینی کنند باید روی این نکته ها توجه داشته باشند سراغ جوانان بروند با جوانان کار کنند اینها هم آمادگی بیشتر برای پذیرش حق دارند هم دیگران هم دنبال استفاده از نیروهای جوان هست این یک سجیه از سجایای بسیار بزرگ وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بوده ویژگی دیگری که در اون وجود نازنین بحث مهربانی محبت نودوستی دوستی که خدای عزوجل در جای جای قرآن کریم از این مسئله یاد می کند و گاهی این گونه تعبیر می کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لعلک باخع نفسك الله تؤمن بالله یعنی وقتی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت می کرد انسان ها را به سوی حق و حقیقت ولی بعضی ها ایمان نمی آوردن حق رو نمی پذیرفتن خیلی بر وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گران تمام می شد به آن جهت که چرا این دارد بیراه می رود و حیات ابدی خودش رو برباد می دهد در این دنیایی که چند روز بیش نیست و عمر چند روزه این دنیا را باید صرف رضای خدا کرد صرف بندگی خدا کرد اما این شخص این عمر چند روزه خود را رو صرف لجاجت و هوا و هوس می کند و در نتیجه حیات ابدی خود را برباد می دهد. چنان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخت می گذشد. شاید شما تجربه کرده باشین دیده باشین گاهی یک پدر یک مادر وقتی میبیند فرزندش بیراهه میرود خیلی بر او سخته خیلی بر او دشوار تمام میشود اما به این حد که نزدیک باشد نزدیک باشه، جان بدهد گمان نکنم به این مرحله برسد اما خدای عزوجل در قرآن کریم بیان میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر مردم اونم به خاطر گمراهان اونقدر دلسوزی داشت لعلک باخ اون نفسک نزدیک است که جان خودت را در این راه بگذاری و نصار کنی فقط به همین دو ویژگی اشاره می کنیم اگر امروز کسی بخواد کار دینی کند همینطور که خدای عز و جل در قرآن کریم می فرماید ولکن فی رسول الله اصفت حسنه بهترین الگو و سرمش در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله این دو مسئله رو در زندگی خود باید داشته باشه یکی توجه به جوانان و یکی مهر و محبت دلسوزی اگر انسان دلسوز به مردم و جامعه باشه برای اینکه جامعه رو به مسیر درست رهنمون شود، هر سختی رو تحمل میکند هر دشواری رو برای خود آسان میکند اما اگر انسان این مهر و محبت رو نداشته باشه این دلسوزی رو نداشته باشه میدان رو رها میکند بعد بیاییم ائمه معصومین علیهم صلوات الله که جانشینان به حق وجود نازنین خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستند همه از همین سجایا برخوردارن منتها کجا زمینه فراهم شد کجا فرصت پیش آمد بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم تحولاتی که پیش آمد حکومت هایی که پیش آمد تعبیر مورخین منصفین اینه که چیزی از معارف دین مبین اسلام باقی نمانده بود یک پدر و پسر وجود نازنین مولایمان امام باقر علیه السلام و فرزند و خلف صالحشان حضرت صادق علیه السلام که در ایام ولادت اون حضرت قرار دادیم اینا بودن که شریعت رو احیا کردن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو احیا کردن معارف دین مبین اسلام رو احیا کردن بعد حالا ببینید امام باقر علیه السلام مسموم شده در بستر شهادت شب به فرزندش میگوید فرزندم کمکم کن میخوام تجدید وضوع کنم وقتی میآید در صحن منزل نگاهی به آسمان ها میکنه میگوید فرزندم آخرین شب عمر پدرت است و بعد میفرماید فرزندم نگرانم نگران چی پدر نگران پیروان خودم امام صادق علیه السلام تمام مطلب رو میدانه فرمود پدرجان نگران نباش چندان کرسه علم و دانش را بگسترانم که در سراسر عالم کسی از پیروان ما نباشد که در مسائل دینی خود و معارف دین مبین اسلام محتاج دیگران باشد این قول رو به پدر داد و همون گونه عمل کرد در شرایط بسیار سخت و دشوار امام صادق علیه السلام از تعلیم مردم و هدایت مردم دست بر نداشت آقا امام صادق علیه السلام بود که بیش از چهار هزار شاگرد تربیت کرد آقا شاگردهای خودش رو گسیل می داشت به مناطق مختلف دنیا داریم این نقل رو باری جمعی از شاگردان آقا رفته بودن در محلی برای تبلیغ برنامه های دینی ناکام برگشته بودن آقا فرمودن چطوری؟ از کجا شروع کرد؟ رفتیم رئیس فلان قبیله رئیس فلان قبیله رو گفتیم بیاین مردم جمع کنین ما دستورات شریعت رو برای شما بیان کنیم اونها هر کدام بهانه آوردن آقا تبسمی کردن فرمودن شما اشتباه کردید چه کار داشتین به رؤ... رؤسای قبیله می سراغ جوانها می سراغ نو... نوجوانها معارف دینی مبین اسلام رو به اینها عرض می کردین اونایی که هیچ منیتی نداره هیچ خودخواهی نداره هیچ ادعا و مدعایی نداره این بار جمع شاگردان رفتن و خیلی موفق و خوشحال برگشتن اما شرایط امام صادق علیه السلام یک وقت تصور نکنیم که مثلا شرایط امام صادق علیه السلام مثل شرایط یکی از مراجع تقلید امروز بوده کرسی درس و جمع نه گاهی وضعیت به گونه بوده که طرف یک سوال از امام صادق علیه السلام داشت چون یک شخص سرشناس بود نمیتوانست مستقیم مراجعه کنه به امام صادق علیه السلام از چهار طرف خانه ای آقا امام صادق علیه السلام تحت نظر بود اون صحابی جلیل القدر در یک مسئله فقهی مانده بود آمد سر کوچه امام صادق علیه السلام دید همه جا رو زیر نظر دارن همین طور برود وارد شود او رو دستگیر میکنن به زندان میاندازن دید یک کسی داره خیار میفروشه بادرنگ به اصطلاح ما بادرنگش با تبنگش خرید گذاشت روی سر خودش وارد کوچه شد القصا القصا بادرنگ میفروشم به قول فارس زبان ها خیار میفروشم تا آمد نزدیک خانه امام صادق علیه السلام عبور کنه آقا صدای شاگرد خودش رو شنا چه سبب شده کی به صورت یک دست فروش آمده وارد کوچه شد پشت در آمد اما در رو باز نکرد جان شاگردش در خطره فرمود فلانی چه مشکل داره سوال خود رو پرسید از همون جا جواب را گرفت و رفت این گونه امام صادق علیه السلام چهار هزار شاگرد تربیت کرده که شاگردان او علم را در اقصانقات دنیا منتشر کنند در علم شیمی آقا امام صادق علیه السلام جابر ابن حیان را که در زمان ما معروف به پدر شیمی شده در بقیه علوم در بقیه فنون در هر فن امام صادق علیه السلام یک صاحب نظر یک مجتهد و یک متخصص تربیت کرده در اون شرایط بسیار سخت این معجزه ای امام صادق علیه السلام که مانند جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اون جامعه جاهلیت رو دگرگون کرد امام صادق علیه السلام در اون جاهلیتی که جدیدن آمده بود با این جاهلیت به مبارزه برخاست و اونگونه اثر بخشی از خودش به جا گذاشت چهار هزار شاگرد تربیت کرده در این شرایط و در این وضعیت اون هم شاگردانی که اغلب اونها صاحب نظر بودن در مسائل فقهی و مسائل دیگر از جمله مسائل داریم که یک کسی از شاگردان امام صادق علیه السلام در کوفه است مسئله پیش آمد برای قاضی القضاعت کوفه نمیدانست چه کار کنه بعد میدانست که فلانی شاگرد امام صادق جناب محمد ابن مسلمه به و بهانه از اتاق خودش بیرون آمد مستقیم آمد در خانه محمد ابن مسلم در این رابطه از امام صادق علیه السلام چشینی چون میدانید امروز فتوایی بده فردا برملا شود غلط بوده آبرو برایش نمیمانه قاضی القضات کوفه میای محضر مبارک محضر شاگرد امام صادق علیه السلام و اینم عرض کنم که یک نفر آمده بود پیش قاضی دعوایی داشت. یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام رو با عنوان شاهد آورده بود. قاضی گفت من این آقا رو خوب میشناسم. شبها وقتی او از خوف خدا گریه میکند من از گریه او بیدار میشم. اما نمیتوانم شهادت او را بپذیرم چون اون جعفری هست. ببینید در چنین شرایطی که قاضی همسایه خود را اینگونه گونه میشناسد. زه، تقوا همه چیز او را باور داره اما صرف به این که پیرو امام صادق حتی نمیتواند شهادت او را قبول کند امام صادق علیه السلام چهار هزار شاگرد تربیت کرده که این چهار شا... هزار شاگرد شریعت ناب محمدی را در سراسر عالم گسترانده هدیه به روح والا و ملکوتی وجود نازنین خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خلفی برحقش حقش مولای من امام صادق علیه السلام طلب روح و ریحان و رضوان داریم از دربار خدای عزوجل و مسئلت داریم اینکه خدای عزوجل به ما و شما توفیق پیروی از اون حضرت را ارزانی بدارد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته